با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت تک تک شما عزیزان و همراهان عزیز کانال سرخط. خیلی ازتون ممنونم که با لایک و سابسکرایب و کامنت های زیباتون از ما حمایت میکنید. خب دیروز کاربری در کامنت ها نوشته بود که چرا همش دروغ میگید، خجالت بکشید و کنتور نمیندازه و از این حرفا. خب باید خدمت عرض کنم که دوست عزیز، به جرئت میتونم بگم که تا الان هیچ خبر دروغی رو منتشر نکردیم و تا جای ممکن سعی کردیم هر کدوم از خبرهامون رو از چند منبع چک کنیم و این امر رو وظیفه خودمون و البته که حق بینندگان میدونیم که اخبار درست رو بشنون. اصلا به خاطر همین این کانال رو با تمام زحمات و هزینه هاش بر عهده گرفتیم. ما متهم به دروغگویی هستیم که خبرهای نفوذ گسترده ایران به دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل رو منتشر می‌کنیم. این کلیپ از دلقک بازی رئیس موساد رو میگن دروغه، اما این عکس رو میگن واقعیه. ایران اینترنشنال بدون اینکه خندش بگیره این عکس رو منتشر کرده و نوشته سند ارسالی افشای هویت رئیس یک تیم سایبری سپاه پاسداران. فکر کنم این عکس رو فرنود 5 ساله از تهران فرستاده، تازه خودش هم کشیده. معلوم نیست بابت همین یه دونه عکس چه پولی از بن سلمان به جیب زدن. بعد این عکس شده خبر موثق و دلغکبازی و فیشای حقوقی رئیس موساد فیک. این خبر رو داشته باشید که به نقل از رسانه‌های اسرائیلی براتون میگم. اسرائیل مدعی است 2 فروند پهپاد انتحاری که از مبدأ ایران در حال پرواز به سمت اسرائیل بودند توسط جنگنده‌های ارتش آمریکا بر فراز عراق منهدم شدند. ای بابا، باز که نشد. پس اون گنبد آهنین و خدس و پاتریوت و هاوک و دیگر سلاح‌ها نتونستن سپر دفاعی مناسبی برای اسرائیل درست کنن که این بار ارتش آمریکا مجبور شده جنگنده‌هاش رو بلند کنه تا برای زدن 2 تا پهپاد ایرانی چند صد هزار دلاری رو پیاده بشه. گیریم که این یکی رو زدین، با 1000 تای دیگه‌اش چی کار میخواید بکنید؟ حالا اگه در این مورد یه صدا از کسی بلند شد، اگرم کسی حرفی بزنه میگن اینا دارن منطقه رو به هم میریزن و دنبال ماجراجویی های منطقه‌ای هستند. یه لحظه فقط با خودشون فکر نمیکنن که عزیزم، اینجا منطقه ماست، اونی که از اون ور دنیا پا شده اومده ما نیستیم. ما چه بخوایم چه نخوایم نمیتونیم کشورمون رو به جای دیگه منتقل کنیم. فکرم نکنین که کشورهای دیگه عاشق چش و ابروی ما هستن. نه عزیز، پیام‌های تبریک امسال بایدن و ترودو در ایام نوروز فقط به خاطر وضعیت بحرانی خودشون هست که دارن هی سیگنال مثبت میفرستن تا بلکه به توافق برسن. فعلا وضعیت نفت و گازشون بحرانیه و اگه دیر به جنبن باید منتظر یه طوفان افزایش قیمت باشن. دیگه از قدیم گفتن دیگه، از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. انصارالله هم که داره چپ و راست از خجالت عربستان در میاد و همین باعث شده که آمریکا مجبور به ارسال پاتریوت های بیشتر به عربستان بشه. قیمت ها داره تو کشورهای اروپایی به صورت لحظه‌ای بالا میره و خیلی از مواد غذایی مثل آرد، روغن و شکر پیدا نمیشه. از طرفی کافی نرخ بنزین و گازوئیل برای 2 هفته دیگه به همین منوال ادامه پیدا کنه تا شاهد افزایش هزینه حمل و نقل و به تبع بالا رفتن قیمت اجناس هم باشیم. چرا یه صدا از اینتراشقال و من و تو و بی بی سی در نمیاد؟ چرا بر اندازه که هر دقیقه از گل و بلبل کشورهای اروپایی عکس میذاشتن الان لالمونی گرفتن؟ چرا روزی که بنزین تو ایران گرون میشه همه رسانه ها 24 ساعته مانور میدن، ولی الان که بنزین تو آمریکا به 8 دلار و تو اروپا به 2.5 یورو رسیده هیچکی جیک نمیزنه؟ جالبه بدونین که تو آلمان 50% قیمت بنزین مستقیم میره تو جیب دولت. چرا دولتشون به خاطر ارزون شدن بنزین از سهم خودش نمیزنه؟ مگه نماینده هاشون همه با دوچرخه رفت و آمد نمیکردن و خیلی مردمی نبودن؟ پس چرا به نفع ملت از سهم خودشون نمیزنن؟ به تازگی وزیر غذا و کشاورزی آلمان گفته که برای مبارزه با پوتین کمتر گوشت بخورید. او گفت که علی‌رغم اینکه من گیاهخوار هستم بقیه رو به گیاهخواری موعظه نمی کنم، ولی خوردن گوشت کمتر کمکی علیه پوتین خواهد بود. در 9 مارس جوزپ بورل رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا هم از همه اروپایی ها خواست که کمتر از سیستم گرمایشی استفاده کنند دیگه، تا بند نافی رو که به روسیه متصل میشه قطع کنند.
کافی بود همینا رو یه مجری یا مهمان تو صدا سیما میگفت تا از ریز و درشتش وا مصیبت‌ها سر می‌دادن. تازه این کشورها نه تحریم شدن و نه سیستم مالیشون قفل شده، تازه بلایی به نام حسن روحانی رو هم تجربه نکردن. اما این صحبت‌ها برای اروپایی‌ها نشانه اتحاد و تمدنه، ولی برای ایران که شد نشانه دزدی و عدم مسئولیت. راستی تا یادم نرفته رونالدینیو هم عید رو تبریک گفت و نکته جالبش اینه که قرآن رو هم در کنار سفره هفت سین گذاشته. البته یه عده سعی میکنن کتاب حافظ رو جای قرآن بذارن، ولی گویا در جریان نیستن که چرا اصلا حافظ اسمش رو حافظ گذاشته. همینقدر تباه. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این ویدیو با کانال سرخط همراه بودین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین تا یه ویدیو دیگه در پناه حق باشین.